به نام خداوند بزرگ جل جلال سوگند بیاد می کنم که هفتاد روز پس از تحلیل بگذارید برنامه امشب را با دلنوشته ها و دردهای های هموطنان خود شروع کنیم جدا از هر مسئله دیگر که در این سرزمین جریان دارد مردمی که حیران ماندن چه چیز بالایشان جریان دارد روز انتحاری شب انتحاری و پس از زورم انفجاری این یک طرف حتی برخ هموطان ما صبح که از خانه بیرون میشی نمیدانی که شب آیا سالم برمیگردی یا خیر از همین رو باید یک ودای سرتاسری با تمام اعضای فامیل خود بکنی حتی دیگر نوشته به حد فضا در این کشور تبدیل به یک تراژید شده که مجبور استی بخت جنگی و تالی جنگی بکنی اگر تالی و بخت اقبال خوب بود شاید در انتحاری یا انفجاری بر نخوری اما اگر اقبالت بد بود مثل برادر و خواهر ما که در این چند ماه اخیر به شدت توسط حملات عجیب و غریب لباس مرگ پوشیدن تو هم باید چشمانت رو ببندی کسی دیگر نوشته بود و گفته بود که در این جغرافیا در این سرزمین به اسم افغانستان زندگی بگونیش شده که امید به مرگ میزانش بیشتر شده نسبت به امید زندگی باید هر لحظه لحظه شماری بکنی که چه ساعته در کجا چگونه به واسطه چه کسی کشته میشی و دیگر چشمانت این دنیا رو نمیبیند این شاید تنها جغرافیایی در سراسر سر دنیا به اسم افغانستان باشد که شرایط امنیتی این همه رسوا است و هنوز ما نمیدانیم که با کی چه معامله بکنیم تا شرایط امنیتی خوب شود این یک رخ سکه رخ دیگر سکه بگذارید در این یک ماه اخیر من مرور زود گذر می کنم و تمام وقایع خونین که در افغانستان بود حالا این نمونه های بزرگش است دیگرانش که باشه روی جایش پکتیکا پیر و جوان رفته بودند تا بخندند و تفریح کنند ولی همه ایشان چشم بستند و فامیل هایشان به عوض خندی همه گریه کردند پلخومری ادعی رفته بودند تا در مراسم تشییع جنازه برادر شرکت بکنن حتی اون مراسم تشییع جنازه هم آرام نبود همه ایشان لباس مرگ را بر تن کردن کابل لیسه استقلال عزیزان رفته بودند تا نمایش برگزار کنند اما خودشان صحنه نمایش شدن کندوز تیاد در یک موتر سوار بودند تا از فاصله و فاصله دیگر بروند تمام موتر به زیر خاک کشیده شد کابل دارلمان دختر که قرآن در دست داشت و رویاهای های بزرگم در سر خودش اما آنچنان بیرحمانه و ددمنشانه اون دختر را تکه و پارچه کردن که هنوز هم فامیل در سوگش نشسته کابل پولارتل افسران میخواستن برای خدمت به این وطن صبح از خانه بیرون شوند اما عده ای آمدن تمام موتر را با آتش کشیدن و معلوم نشد چه کسی چگونه با چه شرایط بعد جان خود را دست داد حالا شما خود بگید در این کشور چه جریان دارد آیا همین پایتخت است یا کشتارگاه چند تا گپ هم داریم حتما سخنان سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان را به دارید حالا حرفش باشه روی جایش پس از اون سخنان ملافظل هم حتما به دارید اونم بمانه روی جایش دیشب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم بیاد دارید که گفت دستتان خلاص هر چی فشار آوردین بالای ما هیچ کار نتانستین از این پس هم هر چه دلتان میخواد بکنید سپردن لطیف محسود به پاکستان به واسه نیروهای آمریکایی از سرانجام ختم 2014 که چیزی هم بان با نمانده و بیرون رفتن تمام نیروهای خارجی از افغانستان با این شرایط واقعا ما چه میتونیم در این سرزمین بکنیم مردم که را گریبان که دست کی را بگیرد تا از این شرایط بیرون شوند تا دیگر فرزند برادر خواهر مادر خود دست نتن من نهایت مدرس هستم در برنامه امشب به تمام این موارد خواهیم پرداخت و از این منظرگاه که چرا در این روزهای اخیر امنیت به این همه نارام و بد و فلت شده مهمان که در این بحث با من خواهد بود آقای میردادخان نجابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان و آقای کمال ناصر اصولی همچنان عضو مجلس نمایندگان مهمان گرامی به بس خوش آمدید آقای نجابی شما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان انصافا خودتونم هم ایران که که این پایتخت ده ای سرزمین چه جریان داره چه خبر از واقعا در کابل و در سایر نقاط افغانستان در باب امنیتی بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون یک یقینا در یه آخر وضع امنیتی در پایتخت افغانستان بعد از سرد شدن هوا در اطراف اکناف افغانستان که هوا به سردی گرویده مخالفین تمام توجهشان را در حمله بالای پایتخت افغانستان توجیه کردند که یقینا نگرانی های زیادی را بر شهروندان کابل و مردم افغانستان به بار آورده تشدید حملات مخالفین بر پایتخت دو عامل را داشته باشه به نظر ما یکی تشدید عملاتی که بر کابل توجیه شده از لحاظ تبلیغاتی کوشش میکنن که هرگاه یک یا دو انفجار در شهر کابل به وقوع می پیونده یا حملاتی را انجام میتن ای از لحاظ مطبوعاتی شدنش بیشتر مورد توجه رسانه ها و مردم در بیرون از افغانستان و کشورهای مختلف دنیا قرار میگیره با تناسب حملاتی که در تابستان سال جاری ما در سرتاسر سر افغانستان داشتیم حملات به او تناسب وجود ندارد از طرف دیگر... بی... یعنی شرایط بعد امروز شما مقایسه میکنین با تابستان گذشته این همه انسان کشتش تنوز میگن شرایط بتر نیست از اون دوره؟ ما میخوام توضیح بتم که بلی. مخالفین دولت افغانستان تمام توجهشون بر پایتخت افغانستان توجیه کردن که اون عملات را که در سال پایتخت پایتخت از, از جهاز جا بی... اجازه پکتیکا بود، کندوز بود، پلخمری بود، اینجا چند تا شما به طور نمونه نام اجازه بفرمایید که ما صحبات های تکمیل بکنم وقتی مخالفین با گرم بودن هوا در حملات تهاجمی در کندوز، در هلمن، در نورستان، در کنرها و سایر ولایت افغانستان کوشش کردند که مراکز ولایت افغانستان هدف قرار بدن و پایگاهی برای خود بدست بیارند. اما این حملات تا حد دفع شد و نتوانست. و یقینا که تلفات نیروهای امنیتی ما نسبت به سالهای قبل به مراتب بالا بود. اما آنچه که دشمن آلا میخواید که حملاتی را در پایتخت افغانستان انجام بده چه بالای نظامی ها چه بالای غیر نظامی ها چه بالای مراکز فرهنگی و چه بالای وکلای مردم در بول یقینا این از لحاظ مطبوعاتی شدنش کوشش میکنن که ای را بسیار کلان جلوه بدن به یقین که تلفات هم در پی داره و باعث نارامی باعث ناامنی و باعث تشویش جدی مردم ما در شهر کابل باعث تشویش مردم ما در کابل شده که یقینا هم که شما قبلا نامه که از توسط هم ما با شما فرستاده شده بود که ما نگرانی خود ابراز کرده بودن و ما نگرانی ما هم هست این ناشی از این حملات بلی. است آقای نجابی جازم میتین در مورد صحبت هایی که تا اینجا کردین چند تای شب ما در موردش سوال بکنم مردم هم میخوایی از شما بپرسن بله. گفتین بسیاری از عملات دفع شده و تعداد تلفات نظامی پایین آمده در کجا این مورد می توانید یک مثال واضح بزنید و یک مقایسه بکنید با چه زمانه مثلا از کجا این, عملات این, در... این میگن که دفع شده گفته می شد که دشمن در سال 2014 حکومت افغانستان سقوط می ده. و سال 2014 را متوری که طالبا هم بر رسانه ها و هم بر حلقات مربوطی خود اعلام کرده بودند که ما در افغانستان دیگه حکومتی را به نام جمهوری اسلامی افغانستان باقی نخواهد با خورید نیروی ائتلاف بین المللی از عمل انجام بدیم. یک مسئله موضوع دومی که حامیایشان تمام تدابیر جدی را برای فشار بالای حکومت افغانستان و نیروی باقی مانده ائتلاف بین در افغانستان امسال ایار کرده بودند موضوع دیگه که خیلی مهم بود امسال سال 2014 در حدود بیش از 120 هزار اساکر بین المللی افغانستان را ترک گفته و تمام وظایف نیروی امنیتی افغانستان به عهده متاسفانه حکومت قبلی هم چالش های جدی را برای حکومت بعدی و بجا گذاشته مثلا تقابل حکومت قبلی با نیروهای اطراف بین ولی با کشورهای کمک کننده در افغانستان به حدی جدی بود که باعث حمایه مخالفین در نقاط مختلف افغانستان باید بس جابی این که گفته بودن مخالفان یا توریست یا القایده هر پیشوند را که برش نصب بکنیم حکومت در 2014 سقوط میتیم حالا این چه ربط تل... تلفات داره تلفات وقتی دشمن تدابیر تل... میگیره و میخواد که یک عمل انجام بده بتا... یعنی حتی انتظار از هم وجود داشت مثلا در ذهن خیلی هات حالا که ها شما که باید حکومت سقوط میکرد ای پلان دشمن بوده ما میخوایم به مردم افغانستان این موضوع رو روشن بسازیم که وقتی اونها با پلان هایشان موفق نشدند <applause> نتونستن در افغانستان انسان اجازه اجابی اجازه اجابی اجازه اجازه این همه اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید اجازه آیا این خود تکمیل بکنم شما اجازه نه چون این مردم هم اجازه با تکمیل بکنم در جریان صحبت اجازه بفرمایید نه وقتی که صحبتتون مثلا گفتین تلفات پایان آمده مثلا کجا یک مقایسه میتونید بکنید یک رقم وجود داره به عنوان رئیس ما برای شما میخواید می توضیح بدم شما من حیث سارانوال میخواد تحقیق بکنم؟ نه اونگونه نیست مثلا شما گفتین حکومت از سقوط میتونه باید مرارت بکنید گفتین حکومت از سقوط آقای نجابی این, این کجای با تلفاته ولایت افغانستان سقوط بده بالای هلمن عملات تهاجمی انجام میده ما میخواد که ولایت هلمند سقوط بده ولسوالی ها را بگیرم موفق نمیشه این نسبت به با پلانش آیا پیشرفت است یا عقبگرد یک مسئله، بالای کندوز عملات تهاجمی انجام میده ته. در حالی که خواهی هوایی ما حمایه هوایی نداریم توپچی نداریم زرهی نداریم چطور میتونید تو اینا دساورد میدانی یا خبرنگار وقتی بر بدخشان حمله میشن بر نورستان یک ولایت سرحدی حمله میشن ما میبینیم که دساورد نیدو پس یک بار کابل کابلم که بگوین اینا چی میگین شما در کابل مشکلات وجود داره یقینا ما امیدوار هستیم که حکومت جدید با در نظر داشت پلان های جدیدی را که با مردم در زمان کمپاین های انتخاباتی شان حکومت وحدت ملی با مردم وعده داده بودند باید تدابیر جدی امنیتی بگیرن خلاهایی که از لحاظ استخباراتی از لحاظ امنیتی از لحاظ تدابیر پیشگیرانه ضرورت است را باید اتخاذ بکنن تا در آینده شاهد چنین حملاتی نباشیم شما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت داخلی سرنخ پیش است که چه گپ است از کجاست این همه عملات دلیلش چی است آیا ای جنگ نیابتی است آیا ای طالب است آیا ای کدام سرنخ دیگر را داره چیزی وجود داره آیا با های امنیتی به سیاست امنیت مثل وزارت داخله مثل وزارت دفاع شما در این جریان که امنیت وضعش خراب بود دیدار نشست داشتین صحبت داشتین که چه خبر است چرا این همه کشور و پایتخت نارام است در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته که ما با سرپرست وزارت محترم دفاع ملی امور داخله ریاست امومی امنیت ملی داشتیم یقینا این موضوعات مورد موضوع بحث و بررسی قرار گرفت اونا به خودشان چالش ها و مشکلات و پرابلم هایی که داشتن عقبگرد ها و پیشرفتهایی که داشتن در مجموع نگرانی هایی که وجود داشت این مورد بررسی قرار گرفت که جلسه در حدود چند ساعت به طول انجامید و نسبت به موضوعاتی که چرا تبع پاکستانی از افغانستان توسط رهایش توسط نیروهای امریکایی صورت گرفته که باعث نگرانی مردم افغانستان بود و ای از طرف ولسی با ما وظیفه تو سپرده شده بود که شما جدا پیگیری بکنه و مسئولین امنیت ملی آنچه در توان داشتن و آنچه که اطلاعاتی که مربوط از یا میشد از لحاظ استخباراتی از لحاظ امنیتی که در کنترولی از اینا بود نبود چرا دستگیر شد چرا رها شد این مسائل همش مورد بحث قرار گرفت که در مجموع مشکلاتی که در افغانستان وجود داره یک مشکل تنها خاص به افغانستان بر نمیگرده همین فعلا برای کشورهای منطقه همیل خطر خطرات بسیار جدی متوجه است و آمدن وزارت وزیر داخله چین به افغانستان که نگرانی جدی در مورد ترکستان دارند ولی به با نخواد باشه که مردم هر لحظه لحظه شماری میکنن که چه زمان در کجا یک انتحاری جانشان هم میگیره و نتیجه اون نشست چی بود با نادهای امنیتی؟ ام چند تا گپ کلانش چی بود؟ نتیجه نشست های مایی بود که آنچه که مردم توقع داشت وظایفی که از طرف پلیس جرگه به ما سپرده شده بود از لحاظ استخباراتی از لحاظ امنیتی از لحاظ تدابیر پیشگیرانه و نسبت به سال گذشته چالشی که امسال داشتیم برای سال آینده چه برنامه و پلان داشتیم تمام موضوعات مورد بحث قرار گرفت اما مسائل امنیتی و استخباراتی ما همه را نمیتونیم که در میدیا برای کل جهانیان از اعلان بکنیم که دولت افغانستان چه برنامه استخباراتی و امنیتی در پیش داره ما امیدوار هستیم اون که اصول ژورنالیسم اجازه میده و منافع ملی افغانستان اجازه میده او را به مردم افغانستان بگیم در غیر از او آنچه که مربوط به مسئولین امنیتی میشه میشه شما از طریق شون، از طریق سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کادر شما این که ما بر مردم چی بر, بر مردم, مردم گفته شود که دیگه خیالتان راحت باشه ما برنامه ای برتان داریم که سبا پس فردا پس فردا دیگهش باز اینطوری نمیشه شما اگر صحبت جناب دکتر سیو اشرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که دیروز در وزارت داخله داشتن گفت ما باید جدی هم خود آماده بسازیم برای خطرات بسیار جدی که تصور میشه و از طرف دیگه اطمینان میتیم به مردم افغانستان که ما در این کشور به هر قیمتی باشه صلح را تامین میکنیم ولی که چه زمان معلوم نخواد بود این زمانش باید از سخنگوی رئیس جمهور پرسیده چه زمان سال در افغانستان تامین میشه و چه برنامه ها و پلان های زیر کار هست که تا هنوز به مردم افغانستان گفته نشده یا اجازه گفتن از او از طریق رسانه ها چون به مرحله اجرایی قرار نگرفته داده نشده ممنون شما قرنجبی آقای پشتر پیشتر عضو مجلس نمایندگان اما سمت از ایشان هم رئیس کمیسیون فرنگی معرفت و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان است آقای اصولی اگر شما دیدگاهتان به عنوان وکیل مردم و جدا از او به عنوان یک شهروند که در کابل زندگی میکنین درک تان از این نام ها چی است مقصر کی است چه باید کرد و قند این مورد خب بسم الله الرحمن الرحیم قبل از همه به نجربی شما و بینندگان محترم احترامات قلبی خوش را تقدیم میدارم <coughs> <applause> بحث نامنی در افغانستان یک بحثی است که ما می توانیم هر چقدر که در موردش صحبت بکنیم صحبت های خود را داشته باشیم خلاص میایم آیم به جواب سوال اصلا در افغانستان چی 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 حالت جریان داره افغانستان مردم افغانستان اگر می خواهد و یا نمی خواهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر خوش باشد و یا خفه باشد دشمن ما دشمن واضح هست پاکستان است. صحبت های سخنگوی وزیر خارجه پاکستان وزی واضح و می‌گوید میگوید که بیاین ما صحبت کنیم با مفادات هر دو طرف نه به زور و نه به سنگ انداختن به خانه یکی دیگر سفارت پاکستان در کابل می گویند واضح واشکارا نبینید به طرف اسلام آباد که ما هم میبینیم به طرف کابل اگر شما قطع کنین دیدن را به طرف پاکستان ما هم قطع میکنیم یک نوه بهانه جویی به خاطر ادامه جنگ و سپورت کردن تروریست ها است پاکستان سپورت میکنه این تروریست ها را. پاکستان میخواه به اهداف خود برسد در افغانستان از طریق این تروریست هایی که مردم بیگناه ما را به شهادت میرسند این بحث جنگ هست که پشت سر این جنگ بزرگ در دنیا باز متحدین داره پاکستان واضح واشکارا انگلستان متحد بسیار نزدیک پاکستان هست که آنها را حمایه می کند چی وقت میتونیم ما به آرمان های والای خود که صلح هست برسیم وقتی میتونیم تانیم برسیم تا امریکا و انگلستان صادقانه بخواهد که در افغانستان صلح بیاید و از طریق خود فشار بیاورند فشارهای مختلف در بخش های اقتصادی در بخش های سیاسی در دنیا و در بخش های نظامی بالای پاکستان تا آنها در امورات داخلی افغانستان مداخله نکنه آقای وسلی، با این حساب که شما گفتین بیایم... بله با این حساب که بحث پاکستان انگلستان و آمریکا مثلثش اگر ما در وسطش افغانستان باشیم دولت ما در نخستین روزهای کاری خودش بر همه چیز مقدم دانست که باید سفر به پاکستان داشته باشه و با مقامات امنیتی و بلندپایه صحبت بکنه این نشست پس این نشست ها ما در گذشته هم داشتیم هیچ سود نداره مگر اینکه ما بتانیم باوسی انگلستان آمریکا و پاکستان فشار وارد کنیم که بحث فشار هم سخنگوی وزارت خارجه گفت که هیچ کار نشد پس از هیچ کار نخواهد شد خب قبل از جواب به این سوال می خواهم بخش دیگری قضیه هم به بینندگان محترم بگویم که بخش داخلی هست اردوی ملی ما، پلیس ملی ما، امنیت ملی ما فداکاری های زیاده میتن بحثی بحث نیست بچه،, بچه, و پسر جوانی که در پوسته ها و در سرحدات ما به شهادت میرسان که از خود چقدر هم جان فدای را نشان میدهد اما یک بحث دیگر را هم داریم که مسئولین کی هست مسئولین کسانی هست که در رأس بعض از ارگان های امنیتی قرار دارند. ارگان های کشفی در افغانستان در تمام کارهای خود ناکام هستند بیایند که محاسبه بکنند ارگان کشفی وزارت دفاع ارگان های کشفی وزارت داخله چی کار کردن خاطر جلوگیری این واقعات و حادثاتی که در افغانستان رخ میدهد حالا قاین نجرابی پیشتر گفتند که به این حساب که ایشان روز سه شنبه گذشته جلسه هم داشتن از یک پیشرفت از یک فضای خوب صحبت میکنن که همه خوب بوده و دشمن هم ما تانستیم در خیلی جایها زمین گیر بکنیم نتونستن به اهداف خودشان برسن خب ما, موافق، ما موافق, هستم در هلمند حمله که صورت گرفته بود میخواستن بعض از ولسوالی ها سقوط بکنن وزارت دفاعی ملی پلیس ملی قهرمان ما نیروهای امنیتی به طور کل دفاع که شما گفتین ناکام بودن هیچ کار نتونستن پس این جنگ، کجا هستی می میگم این جنگ جنگ جبهه‌ای بود که ما دستاوردهای داریم در آنجا اما در جنگ تروریستی ما ناکام هستیم تا به حال بعضی از دستاوردها را خود داشته باش امنیتی ملی که ما فلانی حادثه را در فلانی جای به وقتش کشف کردیم و جلوه ترور را گرفتیم اما ببینید در پکتیکا در میدان والیبال انتحاری صورت میگیره در پل خمری در کابل دین روز دیدیم که افسران دلیر اردوی ملی ما را به شهادت رساندند پس کجا هستند این مسئولین ای ارگان های کشفی که آنها میگویند که ما در یک جنگ توریستی با تورستان هستیم کجاست دستاورد هایشان بگویند برای ما. مشکل در کجا می بینن چرا مشکل مسئولین اص... به قول شما نتونستن که کار بکنند خب اینجا موضوع ظرفیت هست ظرفیت اشخاص و ظرفیت ارگان ها و نهاد ها ما میتونیم این بحث را بسیار دوام بدیم که چه قدر و چه قسم سوال دیگی که سوالي آخري ته می خوهم جواب وکړم امریکا او انګلستان کله صادقانه د کانادا ول وغړی او پرختيني دول د افغانستان خلکو توفادار ووسیږي او دغه خوار غریب بیچاره ولس ترڅو په صلح کې ژوند وکوي امریکا او انګلستان کاول شي چې د فشار په واسطه په پاکستان باندې په پا افغانستان کې په زور صلح تضمین کوي یو لطیف محمود ته افغانستان یا دی امریکایان له خوا پاکستان ته تسلیميږي په کوم دلیل مولا برادر زما رئیس جمهور جی پاکستان ته ټوله دنیاوي مغلم مگر مولا مل برادر ما ته څوک نه راکوي ټول طالبانو مشرانو په پا پا پاکستان کې اوسيږي امریکا پاکستان یوهم مکتنه دی راکړی تروس پوری په کم اساس باندې لطیف محمود ورکول کیږي پس بینان امریکا په خپل دی پردی شاته ولو بکوي چې په هغه لوبکه هم د تنيګدي کس پاکستان دی او موږ د سیول اکادمیری ورونه پس ما چه کار میتونیم با این امریکا کیه الا پاکستان خېل برښ نزدې که مساله ما با این امریکا پیمان امضا کردیم دغه قرار از دل بندهیم که ما پس از 2014 یک رفیق دستگیر نزدیک داریم پیمان استراتیجیک با ایش امضا کردیم کاملا ما به نظر من اصلا ما در طول 13 سال چیزی را که بسیار بسیار در آن ناکام بودیم لابی که ما باید در امریکا می کردیم در مورد نظریات سیاسیون امریکا در مورد افغانستان در قبال افغانستان آن را نتوانستیم که بکنیم به شکل درستش پاکستان در آنجا سالانه 240 میلیون دلار را مصرف می کند بلابی پس بناهن تمام نظریات سیاسیون در مورد قضیه, قضیه در این منطقه افغانستان و پاکستان و ایران هر وقت به طرف و طرفداری سیاسیون امریکا به طرفداری از پاکستان فکر میکنند که اینجا چی رخ میدهند هیچ وقت هم امریکایی ها نپذیرفته هست که امر... پاکستان هست که مرکزیت ترورست ها هست چی باید کرد؟ ما باید حد اقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان دولت جدیدی که تشکیل میشوند و در راست جناب دکتر صاحب غنی رئیس جمهور افغانستان در یک مورد بسیار پافشاری داشته باشد تا ما بتوانیم نظریات نظر سیاسیون امریکایی و انگلستانی را در, در مورد قضیه افغانستان تغییر بتیم در آن صورت ما میتونیم بالای پاکستان تمام مسائل خود را بپذیریم تا از مداخله داخلی در افغانستان جلوگیری دست بردارم آقای نجابی پیش از این که به سوال مشخص دیگه بپردازیم جدا شما هم میپذیرین که در برخ نقاط مثلا در جنگ مستقیم استخباراتی یا جنگ توریزم ارگان های کشفی ما و ارگان های استخباراتی ما ضعیف هستن و ناکام هستن چیزی که آقای گفتن با این گفته چقدر موافق هستین شما که بعد بریم به سوالات مشخص دیگره من باورم که از لحاظ استخباراتی دزگاه استخبارات افغانستان یقینا با مشکلات مواجه هست ما روز قبل هفته قبل در رابطه سوالاتی از مسئولین مربوطه داشتیم و یک تعداد وکلا در جلسات عمومی هم راجع به بعضی رخدات هایی که در مراکز نظامی افغانستان به خصوص در پایگاه های پلیس صورت گرفته هم یکی از نشانه های از این بود که دستگاه استخبارات چرا نتوانسته این عملیات جلوگیری بکنه در این قسمت ما توجه با جناب اصولی موافق هستم اما آنچه که خیلی مهم است که اینا اشاره کردن موضوع افغانستان حالا یک موضوع منطقوی هست این من موضوع منطقوی بودن مسئله افغانستان هم رب میگره با کشورهای همسایه هم با کشورهای منطقه و هم با کشورهای جهان وقتی ما میبینیم که منافع هندوستان در کشمیر زیر فشار قرار میگیره کوشش میکنن پاکستانی ها و با حمایت هندوستان از حکومت افغانستان جنگ را در, در افغانستان تشدید ببخشه وقتی ما میبینیم که پاکستانیا ها به یکی دو نفر گویا به نام ملا محسود یا امثالهم هم در افغانستان موجودیتشان بهانه بحانه میگیرن و در افغانستان جنگ ادامه میتن سخنگوی سخنگویشان همیشه گویا طرف اسلام آباد شما اگر ببینی و ما طرف شما می بینیم اینا دنبال اهداف استراتژیک شان در افغانستان هستند بنا پاکستان یک کشوری اتمی هست آن چیزی که لازم است که برای فشار دادن پاکستان در سطح بین المللی تا هنوز با باور ما افزارهایی را که جامعه جهانی در دسترس خود داره بالا پاکستان از استفاده نکرده باور فیزی که در جنگ مستقیم علیه مردم افغانستان و علیه نیروهای ائتلاف بین المللی پاکستان مستقیما موضع گیری میکنه و بعضی اوقات اظهار نظرات متفاوتی هم می داشته باشند اما موجودیت حسامه بن لادن در پاکستان موجودیت رهبران سیاسی، رهبران طالبان در پاکستان، شورای کویتا، شورای میرامشا و شورای پشاور و موجودیت شبکه حقانی و امثال هم این ادعای ما را ثابت می‌سازد که ای یک واقعیت است. نجابی اجازه بتین با, با مزرد که در میان صحبت باز حرف را می به بحث پاکستان و دو جنگ نیابتی خواهیم پرداخت اما پیش از او در درون افغانستان به صحبت دو تا از مقامات بلند امنیتی پیشین بپردازیم لکه صحبت های آقای اسپنتا صحبت های وزیر پیشین داخله آقای اسپنتا حالا به نقد رفتار سیاسی و عرف دیپلماتیک که دیپلماتیکی را که حکومت وحدت ملی و پیش گرفته ناراض است و نگاه ناقدانه داره میگه که خطاب اصطلاحات مثلا مخالف سیاسی یا چیزهای مترادف بایی دیگه کارساز نیست باید یک ارادی جدی و قاطعیت برش نیاز است یک بحث بحث دوم وزیر داخلی پیشین نگاهش به است که نسخه های کونه این بار دیگه در افغانستان و دوام نمیتونه ما باید به دنبال های جدید باشیم به صحبت آقای سپنتا اگر بپردازین فکر میکنید چرا این صحبت ها حالا پس از این که 13 سال گذشت احساس میکنن که مبارزه با توریسم این گونه که حالا روان است ما را به مقصد نمیکشانه و بحث دومش خطاب مخالف سیاسی و کسانی که دشمن جان مردم افغانستان است اصطلاح مناسب نیست بعد روی صحبت های وزیر داخلی پیشین در این مورد کمیسیون امنیت داخلی آیا تبصری داشتن صحبت کردن چی بوده بعد از اینکه آقای اسپانتا وقتی از قدرت با تیم آقای کرزه کنار رفتن بالای صحبت از از یا از دو بود این مورد مطالعه قرار بدیم یکی از بود از که تایه بیش از ده سال در افغانستان نو حکومت کردن و 22 بار رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان یا بیش از 20 بار سفر کردن هر قدر لحن نرمه با پاکستانی ها به کار بردن برادر گفتن و هر آنچه که لازم بود از لحاظ دیپلماسی انجام دادن کارا نبود ی از لحاظ تجربه است که آقای اسپنتا این موضوع را ایزان میکنه یا آقای داودزی از چه تجربه آقای نجابی؟ تجربه که تای ده سال گذشته اینا داشتن که گویا دبلوماسی ما ناکام بود آن دوستی که ما با پاکستان میخواستیم داشته باشیم پاکستانی ها در رابطه صادق نبودن و اونا دنبال استراتژی خودشان بودن یا بعد از ختم حکومتشانی مسئله را می یک،, یک نگرانی که مردم افغانستان هم دارن بیشتر امین است که حکومت وحدت ملی نباید رد پای حکومت آقای کرزای دنبال بکنه ولی تا این جای کار امان مخالف سیاسی امان ناراضی حکومت این مسائل نشان میده که ما همچنان موضع ما در برابر دشمن از یک موضع تزرع و فروتنی و این گونه است که آقای اسپنتو هم گفت که ما نمیتونیم دیگه از یک تزرع و فروتنی با مردم پیش بریم باید اراده جدی داشت آن لحنی که حکومت جدید وحدت ملی نسبت به پاکستان به خصوص دکتر تبع اشرف خانی عنوان میکنه این موضوعی هست که باید سخنگوی از اونا در رابطه توضیحات بده نه شما اما مثلاً مثلاً جداً, جدا موقف شما هم و کمیسیونی که شما هستین صلاحیت بیش از حد داره شما میتونید در خیر موارد حکومت ها بگوین که ما اینی سخن مردم است و بیا این رویزی واقعا جدی صحبت بکنیم دیدگاه شما آیا واقعا این موقف که ما داریم مخالف سیاسی یا نمیدونم هزار گپ دیگه که میگم مناسب است یا تغییر روی کرد باید ایجاد شود از لحاظ مناسب بودن از اینکه این لحنی را که رئیس جمهوری افغانستان به کار میبره یک مسئله است که آیا در پشت استعمال این لحن نرم رئیس جمهور آیا برنامه های نهفته است که باید به با مردم افغانستان توضیح میته یا بعدا توضیح خواهد داد یا در نتیجه مذاکراتی که گفته میشه گویا در مسائل صلح بیرون از مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه در جریان هست به خاطر از او به کار میبره گرچه اونها اظهار داشتن که در برابر دشمن آنچه توانایی هایی که داریم باید جدا آمادگی داشته باشیم اما لحن نرم دیپلماسی را که به کار میبرند با باور برداشت ما شاید چون این چیزی وجود داشته باشد چی چیزی وجود داشته باشه؟ یعنی برنامه هایی در پشت پرده شاید وجود داشته باشد مثلا نسبت به دیدار نسبت به ایجاد صلح در افغانستان ایجاد تفاهم پیش برد برنامه صلح با مخالفین مسئله دولت افغانستان و همچه قضایی ها یعنی شما پیشتر خیلی خوب اشاره کردین که آقای سپنتا تجارب کولبار 13 سالی خود بسیار خوب باز کرد گفت که رفتیم آمدیم هیچ نتیجه نداد برادر گفتیم هر چیزی که دلبند گفتیم نزدیک خود گفتیم به ما فکر میکنید که این روی کرد واقعا نتیجه به تالین اینش برای مردم مهم است گیریم اگر برنامه هم داشته باشه اونا با برنامه تن خواهند داد من فکر میکنم که بیشتر اونطور اونطوری که برای شما و بر های محترم باز رساندیم که موضوع افغانستان یک موضوع خاص مرتبط به خود کشور ما نیست هم با کشورهای منطقه و همسایه و جهان مرتبط است. بنابراین در قضیه افغانستان یا قضیه خاص به افغانستان ارتباط نداره. پیشتر ما تا قسمت توضیحات دادم که آمدن وزیر داخلی چین در افغانستان و نگرانی که اونها نسبت به امنیتشان در ترکستان یا در سینکیانگ چین داشتن و نسبت به همکاری که در آینده در مورد صلح در افغانستان از اونها تقاضا شده اونا هم به باور رسیدین که موجودیت ناامنی در افغانستان ناامنی در چین هست ناامنی در افغانستان امروز پاکستانی ها را گلویشان می فشاره ما می بینیم بی سیاسی هم در پاکستان وجود داره مشکلات قومی بلوچ ها مشکلات پشتون ها مشکلات پنجابی ها و سندی ها هم وجود داره انفجارات انتحاراتی که در پاکستان علیه حکومتش صورت می گیره این هم نادیده نباید گرفت مشکلاتی که در کشورهای دیگه همسایه نگرانی جدی وجود داره که می فعلا تعداد زیادی از بل. مخالفین آخ... دولت افغانستان در بدخشان جمع شدند آقای نجابی مشخص نشد که بحث کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان واقعا در باب نامنی ها موضوع روی کردش مثلا اگر با یک سرپرست از وزارت داخلی یا دفاع امنیت ملی را شما می بینین اما روی کارتون چی از کدام منظرگاه که صحبت میکنین به ویژه اگر در بحث صحبت های وزیر داخلی پیشین بیم آیا شما میخواین به اون نسخه نو بگوین که از نسخه نو استفاده بکنین یا نه میگین که نسخه گذشته به درد بخورش صلاحیت های مسئولین در صد بود داخلیش است یکی صلاحیت بالاتر که رئیس جمهور در بود کل داره ما باور ما از اون نسخه را که آقای داوود در زمان خداحافظی در وزارت امور داخلی عنوان کرد که ما بارها با پاکستان تزرو کردیم بارها با پاکستانی ها کوشش کردیم از در مصالحه و مذاکره و همسایگی و پیش بریم اما کار کارایی خود نداشت. بنابراین با حکومت جدید توصیه کردند که شما باید یک استراتژی جدید را در پیش بگیرید. آنچه که ما میخوایم بگویم با نمایندگی از مردم افغانستان یا با نمایندگی از یکی از وکالای مردم افغانستان که میخوام صحبت بکنم، او است از که افزارهایی را که جامعه جهانی در دسترس داره تا هنوز علیه پاکستان استفاده نکرده. اگر پاکستان مورد تحریم قرار بگیره، آیا حیات پاکستان چه مدت دوام خواهد کرد؟ این سوال ما میخوام از کشورهای کمک کننده در امور افغانستان داشته باشم که چرا چون این چیزی در رابطه با پاکستان اینا اصلا بالا صحبت نمیکنن اگر نگرانی نسبت به متحدینش وجود داره پاکستان با مشکلات با مواجه است اگر نسبت به متحدینش که چین هست او خودش در این مسئله افغانستان با مشکلات جدی مواجه است. یک نوع همانگی دیده میشه که در قضی افغانستان قضیه منطقی و فرامنطقهی شده بینان کشورهای آسیای میانه که در همسایگی با ما قرار دارن با مشکلات جدی مواجه هستند و در حراس و نگرانی به سر میبرند یعنی شما بیشتر میخواین بگوین که تا زمان که یک فشار سیاسی یا اقتصادی بالای کشورهای همسایه به پاکستان از طرف متحدینش شکل نگیره تا اون زمان دیگر رسیدن به صلح و ثبات در درون افغانستان شاید بیشتر به یک رویا بانه ما باور ایست که یکی خ مقاومت نیروهای امنیتی و تدابیر جدی لازم را که باید در بود داخلی در افغانستان داشته باشیم صد درصد از تمام آمادگی ها باید آمادگی های لازم داشته باشیم و برخوردار باشیم که هم از لحاظ استخباراتی هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ تصفیوی هم از لحاظ همکاری با نیروهای تلاف بین و متفاوت تر از گذشته آنچه که حکومت قبلی انجام میداد تقابل تفاهم اون قطع عملات شبانه باید اجرای عمل, عمل، حملات آنچه که او رهایی زندانیان زندانیان و بهانه تلفات ملکی نیروهای امنیتی خود ما هدف قرار میداد این مسئله تا دیده میشه حل شده بنا با, با تفاوت این مسئله و تجهیز نیروهای امنیتی که عبارت قوای هوایی توپچی و زریهی راکتی و همچنان تجهیز دستگاه استخبارات و وسایل استخباراتی من پاکی و امثال این فکر میکنید کمک شما این است که این ر... این نقیصه را در بود داخلی باید مرفوع بسازیم و در بود خارجی اون چیزی که قبلا خدمت شما بودیم دای محترم این جدا آرزو است دار... که باید متحدین کمک بکنم مثل آمریکا یقینا اما یک تحلیل وجود داره که آنها به هیچ زمان به هیچ عنوان این کمک ها را به مردم به ویژه به سربازان افغانستان نخواهند کرد چون بحث خط دیورند جنجال داغ بین افغانستان و پاکستان است و اگر این کمک ها به حد باشه که ما دارای سلاحی سقیله باشیم اون زمان ما شاید در برابر پاکستان از او کار بگیریم که امریکا جدا خواهان از این نیست ما باور میز که پاکستانی ها خودشان در وزیرستان به اساس گفته های خودشان که نفر مخالفین دولت پاکستان ها به قتل رساندین و در حدود 100 سرباز پاکستانی هم کشته شده کشته شدن 100 سرباز پاکستانی در جنگ هست بنابراین این مشکل جدی است که با پاکستان پاکستانی ها خودش با او روبرو هستند و امروز ایالات متحده آمریکا هم یک میلیارد دلار آمریکایی را به پاکستانی ها به خاطر عملیات در وزیرستان اونها هم تصویب کرد مجلسشان و ما میبینیم که مشکلات دو طرف هم وجود داره ولی این مقاومت کار است ضرورت است که مردم افغانستان هم مقاومت کرده و با متحدینش یکجا به خاطر حل ازی هم با کشورهای همسایه و منطقه تفاهم بکنند تا در آینده ما شاهد چنین چیزی در افغانستان نباشه بله آقای سلیب یک تعداد از مردم نظر بر این داشتن که با این شرایط نمیتونیم دیگه در افغانستان آرام بشینیم نیاز است به یک تکان به یک حرکت به یک دیپلماسی فعال هم در منطقه هم در سطح جهان و هم در درون افغانستان در درون افغانستان که بیشتر بحث شد آقای نجابی هم گفتن ما یک سری کمبود داریم که اینا باید تکمیل شود خلاهای وجود داره مثلا بحث تجهیزات است بحث استخباراتی است که شما خودتان اشاره داشتین در بحث منطقه هم پیشتر اشاره داشتیم که پاکستان حالا جایگاهش خیلی نزدیک است با آمریکا نسبت به افغانستان حالا بریتانیا که روی جایش باند. بحث درونی آیا نیاز نیست که یک نشست بزرگ در همین مواقع که حالا شرایط امنیتی خیلی بدم است با تمام ارگان های امنیتی با کمیسیون امنیت داخلی یا با سایر و با کلا با صاحب نظرایی که حالا بازنشستن جنرال های سابق یک در افغانستان وجود داره یک نشست بزرگ امنیتی گرفته شده و یک سیاست بسیار فعال که اینجا اینجا برای افغانستان مشکل ساز است و باید می صاحب نظرای امنیتی نظامی امنیت دیدگاه بتن که با پاکستان چه کنیم با امریکا چه کنیم و با, با کسی که در درون با مشکل دارد چه کنیم فکر می حالا زمان یک حرکت نو نیست دیگه خب اینمی موضوع حرکت نوی بود که مردم افغانستان به جناب رئیس جمهور فیلی افغانستان دکتر شایب غنی رای دادن در پلان و برنامه های دکتر شایب غنی چیزی هست که در سیزده سال گذشته نبود در قبال قضیه دفاعی و امنیتی در سر قماندانی آلا آنها تصمیم دارند تا یک شورای رهبری نام میتین یا کمیسیون نام میتین یا هر چیزی که نام بگذارین تمام جنرال های وقت را یا بعض از جنرال های وقت را یا بعض از وزیرای وقت را وزیرای دفاع و داخلی وقت را آنها را جابجا میکنند یا کارشناس های نظامی را جابجا میکنند تا بالای یک پالیسی نظامی و امنیتی در افغانستان کار بکنند رای مردم افغانستان هم یکی از برنامه های امنیتی و دفاعی از افغانستان از دکتر شایب اشرف غنی بود که یک تعداد از افغان ها تصمیم گرفتن که برای دکتر شایب غنی رای بده یک جرگی, جرگی کلان خواستن یک جرگی بس, کلان بس دیگه بس حکومت و وحدت ملی هست. شاید تنها گپ آقای غنی هم نباشه فکر نمی کنید که حکومت مشترک است خب ما 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 دو جنجال داریم یک جنجال بیرونی پاکستان و طالب و امریکا و دیگه و دیگه هست و یک جنجال داخلی هست جنجال داخلی هر وقت هم در افغانستان اینمی بعض از سیاسیون و بعض از حلقاتی که در, در سیاست افغانستان مطرح هستند آنها دولت, دولت های جمهوری اسلامی افغانستان را به پا در آورده هست در گذشته ها ما ببینین اردوی ملی بسیار قوی را داشتیم که ما امروز میگیم که ما توپچی نداریم راکت نمیفهم راکت نداریم و قوای هوایی نداریم در حالی که ما یک قوای هوایی داشتیم که در, حدود هزار پروان تیارا داشتیم مگر امروز ما آنها را نداریم ما خود ما این کار را کردیم و پاکستانی ها هم زیادتر اوقات امیر میگویند که ما اگر خواستیم که وطن شما را خراب بکنیم شما خودتان خراب کردین و راستا میگن که مقصر خود ما هستیم با دشمن ها ریختیم. ما خود. ما خود ما مقصر هستیم یک بحث کلانه است که باز در اینجا اگر در این بحث داخل شویم که ها حق بودن کیها ناحق که ها نا حق و نکته که اشاره شد که مردم رای دادن تا از یک حرکت نو آگاه باشن و ببینند زندگیشان چه تغییر میاره اما فکر نمیکنید این حرکت نو امین دو سازمون خودش ها داده که زیاد ما اراده قوی نداره مثلا بحث کابینه هنوز <تصفح> ما سر سامان نداده ما تا بلند کسانی که در این حکومت وحدت ملیس میگن که هنوز چرا مشخص نشده که چه کسی در کجا باید حضور داشته باشه که این یک نوع بیرادگی را نشان نمیتگ اختلاف درونی ده یکی از بحث های امروز اینمی هست که جناب دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله با هم در مورد کابین جور آمدن و در موجودیت سرپرست ها و یعنی یک وضعیت سیاسی در داخل افغانستان امنیت افغانستان خراب شده هست در بیرون مردم بسیار پافشاری روی این موضوع دارند آم، آم، ای بحث امنیتیش بحث بحث دیگری که من مطمئن هستم که در دو ماه یا سه ماه گذشته یا دو ماه ای که فعلا ما حکومت جدید داریم صرف به مدونی ما ما حکومت جدید را ارزیابی نمیکنیم ببینیم بله ها. ما در و دنیا ما مردم افغانستان راضی نیستن از حکومت افغانستان اما یک وقت معین باید باشه حداقل ما برای این حکومت دو سال یکنیم سال را میتیم تا آنها پروگرام های امنیتی نظامی و اقتصادی خود را پیاده بکنند و, و روان های یا نه خب قتل و کشتار ما قبلا نام گفتم که این جنگ جنگ تروریستی هست در 13 سال جریان داره مگرم در یک ماه اخیر یک کم زیاد زیادتر شده است حملات توریست ها در افغانستان فکر می که دو دو علت بسیار بزرگ داره یکی ناکام کردن و ضعیف نشان دادن حکومت جدید و دوم قوت و زور نشان دادن به مردم افغانستان که ما هم هستیم به صفت یکی از قوت ها قوت های مطرح در افغانستان با. اگر ما جنگ را پیش میبریم این در صورت هست که هر دو بزرگوار ما که در افغانستان در رأس قدرت هستند جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی میگویند که این حکومت حکومت وحدت ملی هست من از تمام برنامه های تلویزیونی از تمام تلویزیون ها گفتیم که این حکومت حکومتی وحدت ملی نیست این حکومت حکومت دو گروهی هست که با هم دو گروه انتخاباتی بوده. بوده که با هم تحت متحد شدن و یک حکومت میخواین بسازن بس. اگر حکومت حکومت وحدت ملی بود پس حزب اسلامی و طالب هم باید جای میدادن اگر طالب هایی که میخواستن در افغانستان زندگی آرام داشته باشن نه تروریست ها که یارا باید فرق بکنیم توریست و یعنی اون بز... زمان بازی حکومت باز, باز وحدت حکومت حکومت, ملی حکومت وحدت ملی میشد خیلی خوب و بحث آخرم میایم روی سپردن لطیف محسود به واسی آمریکا با پاکستان مردم هموارن یک نقد داشتن که سربازای ما شجاعانه میرن کسر از جای دستگیر میکنه از لانه هایش اما بعد آمریکا میایه و نحوه را میگیره و میره به کشور که چندانم با ما خاطری خوش نداره میسپاره از نگاه بحث حاکمیت ملی در افغانستان این چقدر میتونه آسیب برسانه به جایگاه حکومت که ما یک کس از دست شما میگیریم به فرد دیگه میسپارم بیان که ما صحبت هم بکنیم خبرهای برامد که نه حکومت در جریان بوده به نحو خود حکومت این کار کرده بعد حکومت از یک بیخبری صحبت کرد دیدگاه شما چی است در این مورد؟ خب یکی بحث بحث حکمیت ملی است در افغانستان در طول 13 سال اخیر تا این روزه من از اول گفته هم که حکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ما اگر هرچقدر کوشش بکنیم تا وقت ما نمیتونیم ثابت بسازیم تا وقتی که امریکایی ها نخواهند قلبا تا در افغانستان صلح و امنیت بیان به خاطر که تمام کارکردگی هایی که در افغانستان از طرف نیروهای دنیا به اصطلاح متحدین امریکا که در افغانستان بودند صورت میگرستند زیر سوال بودند که رئیس جمهور وقت هم در مورد صحبت های داشتند بحث جایگاه حکومت آینده اگر حکومت آینده میخوایند که به مردم افغانستان خود را وطن پرست و خدمتگار بر این زمین و سرزمین و خاک و افغانستان و این مردم ثابت بسازند پس بحثی لطیف محسود باید نه نباید آنها بگن که ما هیچ خبر نداریم من میدانم که امریکایی ها همه وکیل سایبا در این مورد مردم افغانستان که امریکایی ها با حکومت یا طرف افغانستان مشوره ها, ها نمی کن. چه باید, می باید میکنه ببینید ما میتونیم ما میتونیم از حریم افغانستان از حریم افغانستان بیت محسود از لوگر گرفته میشه توسط امریکایی ها از نیروهای امنیتی افغانستان گرفته میشه و پس دوباره تسلیم میشه به پاکستان رئیس جمهور افغانستان باید برای با جمهوری امریکا در مورد صحبت بسیار جدی و شدید داشته باشد و در عین زمان با شورای امنیت ملل متحد هم در این مورد باید مراجعه شود تا چرا این قسم درویگی صورت میگیره در این منطقه که پاکستان و افغانستان است پاکستان توریست های را به ما نمیتن که ما میدونیم که توریست هستند و امرو امروز و فردا در افغانستان و در کابل شهید میکنن مردم بیگناه افغانستان را مگر بیت الله مسعود که حداقل در خاک افغانستان شاید شخص خودش اینجا حملات تروریستی را اجرا نکرده باشه اما در پاکستان اجرا کرده باشه آنها را بس تسلیم پاکستان میکنه بله. آخرین جابی صحبت آخر جمله آخر از شما باشه بحث لطیف محسود در درون پارلمان سر انجام نتیجه چه شد آیا واقعا خبر به رئیس جمهور رسید که نباید این قدر در برابر بحث حاکمیت و اینکه ما اینجا سرزمین داریم و صاحب داره و مردم داره نباید کسر که ما میگیریم بعد آمریکا بگیره بدون از اینکه ما اجریان باشیم یا نباشیم بس پاره به پاکستان چه شد داستانش خیلی کوتاه بفرمایید موضوع محسود نمطور که در حکومت قبلی توسط نیروهای امریکایی اونو گرفتار شدن بعد از مراحل ابتدایی در اختیار از اونا قرار داشت و در اختیار نیروهای امنیتی ملی افغانستان قرار نداشت و در زندان پول چرخی و تحت فرمان نیروهای امنیتی و استخباراتی ما قرار نداشت هر موضوعی که بوده و این ایالات متحده امریکا و پاکستان همطوری که قبلا اصولی سوا اشاره کردن او رو از اونو و بالاخره مشکلات افغانستان طوری که باقی هست و ما هم و حکومت ما هم و مردم ما هم به چالش های مواجه شما چه بود در مورد لطیف محسود موقف پلیس جریگ افغانستان در رابطه مشخص بود که مطابق تعهداتی که با جامعه جهانی با دولت افغانستان داره در مورد حاکمیت ملی افغانستان باید احترام گذاشته شود نیروهای امنیتی افغانستان صلاحیت ها و مسئولیت هایشون مشخص است و سلاحیت ها و مسئولیت های نیروهای ائتلاف بین هم در پیمان امنیتی که بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده او مشخص است باید احترام گذاشته شود ولی آن چی که گذاشته بودی مربوط میشد به حکومت قبلی و در حکومت جدید رها شد در یک وقفه ای که بین دو حکومت یا در آغاز حکومت جدید و در ختم حکومت قبلی چون این کار صورت گرفت ما امیدوار هستیم که سردمداران حکومت ما و یا رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان این موضوعات را مد نظر بگیرند در آینده این چالش با چالش و مشکلی مواجه نشیم حق اسولی حقای نجابی سپاسگزار از حضورتان در این برنامه و ممنون شما بینندگان عزیز که این بحث را تا آخر دنبال کردین تا برنامه دیگر پاینده بمانید بدرود خدا نگهدار